أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند، سوگند به آن ابرها که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند، سوگند به کشتیهایی که به آسانی به حرکت در می آیند، و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند، آنچه به شما وعده شده قطعا راست است و بیشک جزای اعمال واقع شدنی است. قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست که شما در باره قیامت در گفتاری مختلف و گوناگونید. تنها کسی از ایمان به آن منحرف می شود که از قبول حق سر باز می زند. کشته باد دروغ گویان و مرگ بر آنها ها که در جهل و غفلت فرو رفته اند. پیوسته سؤال می کنند روز جزا چه موقع است؟ آری همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند و گفته می شود بچشید عذاب خود را، این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید. به یقین پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند. آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می دارند، زیرا پیش از آن در سرای دنیا از نیکوکاران بودند. آنها کمی از شب را می خوابیدند، در سحرگاهان استغفار می کردند، اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود، در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود شما نیز آیاتی است. آیا نمی بینید؟ روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود. سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است، همان گونه که شما سخن می گویید. آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند سلام بر تو، او گفت سلام بر شما که جمعیتی ناشناخته اید. سپس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه و بریان شده ای را برای آنها آورد، نزدیک آنها گذارد، ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمی برند. گفت آیا شما غذا نمی خورید؟ و از آنها احساس وحشت کرد. گفتند نترس، ما رسولان و فرشتگان پروردگار تو ایم و او را بشارت به تولد پسری دانا دادند. در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که فریاد می کشید، به صورت خود زد و گفت آیا پسری خواهم آورد در حالی که پیرزنی نازا هستم؟ اند پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و داناست. ابراهیم گفت مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟ اند ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم تا بارانی از سنگ گل بر آنها بفرستیم، سنگهایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است. ما مؤمنانی را که در آن شهرهای قوم لوط زندگی می کردند قبل از نزول عذاب خارج کردیم، ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم. در آن شهرهای بلا دیده نشانه ای روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جای گذاردیم. در زندگی موسی نیز نشانه و درس عبرتی بود، هنگامی که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم. با او با تمام وجودش از وی روی برتافت و گفت این مرد یا ساحر است یا دیوانه،
رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که در خور سرزنش بود. و همچنین در سرگذشت عاد آیتی است در آن هنگام که تند بادی بی باران بر آنها فرستادیم و هیچ چیز نمی گذشت مگر اینکه آن را همچون استخوان‌های پوسیده می ساخت. و نیز در سرگذشت قوم ثمود عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته شد مدتی کوتاه بهره‌مند باشید و سپس منتظر عذاب. ها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه آنان را فرا گرفت در حالی که خیره خیره نگاه می کردند بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند. چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند. همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم چرا که قوم فاسقی بودند. و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده ای هستیم. و از هر چیز یک جفت آفریدیم شاید متذکر شوید. پس به سوی خدا بگریزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده ای آشکارم و با خدا معبود دیگری قرار ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده ای آشکارم. گونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد مگر این که گفتند او ساحر است یا دیوانه. آیک دیگر را به آن سفارش می کردند که همه چنین تهمتی بزنند؟ نه بلکه آنها قومی طغیانگرند. بلکه چنین است از آنها روی بگردان که هرگز در خور ملامت نخواهی بود. پیوسته تذکر ده زیرا تذکر مؤمنان را سود می بخشد. من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کنند. جز از آنها روزی نمی خواهم و نمی خواهم مرا اطعام کنند. داوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است. برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب است همانند سهم یارانشان از اقوام ستمگر پیشین. بنابراین عجله نکنند. وای بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده می شود.